شما عزیزان بیننده. انشالله که صحت و عافیت باشین. برنامه خودتان، برنامه زندگی به گونه زنده و مستقیم از طریق شبکه تلویزیونی نور بیننده هستین و در آغاز برنامه جملات چند را پهلوی هم چیدیم در رابطه به جوان دانشجو و ورود جوان به دانشگاه. ورود به زندگی دانشجویی یعنی ورود به منزل جدید با شرایط و ویژگی های خاص. ورود به فضای جدید همراه با الگوهای نو. ورود به عرصه دانش تخصصی همراه با شناخت استعدادهای پنهان. ورود به جمعهای صمیمی و نشستهای گونه به گونه. ورود به خانه محقر اما با صفا همراه با ویژگیهای دانشجویی. ورود به فضای کار و تلاش جمعی و از همه مهمتر ورود به فضای علم، دانش و پژوهش. انشالله که از ورود به این محل استفاده عظیمی را شما فارغ تحصیلان محترم برده باشین. در برنامه امروز، البته بخش اول برنامه، افتخار میزبانی یک تن از فارغی نداریم. بسیار خوش آمدین آقای خیرالله خیرخان. سلامت باشین. اتمن آغاز کلام با بیننده هایی که همکنون مخاطب ما و خودت هستند داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الامین. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. صدق الله العظیم. ما در آغاز تشکر میکنم از رسانه نور که عرج گذاشتن به مقام علم و دانش و دانشجو. واقعا که جای بس افتخار بزرگ است، چون ما رسانه هایی را داریم که به مسائل بسیار پیش پا افتاده، مثلا مسائل رقاصه و هنر، این مسائل را بیشتر ارج میگذارن، اما به مسائل تعلیم و تربیه، آموزش و پرورش ارج نمیگذارن. من سپاسگزار هستم که این فرصت را برای ما مساعد ساختن و ما از طریق رسانه شما نخست برای خود، برای فامیل خود و به تمامی همصنفان و همقطاران عزیزم که همین اکنون مرا میبینن فراغتشان را تبریک میگویم و خوشحال هستم که من هم در قطاری از اونها هستم. پس اجازه بفرمایید که این تبریکی را من اولا برای جناب شما و ثانیاً برای خانواده محترمتان و بعدش برای همه فارغین داشته باشم. تشکر. سلامت باشین. انشاءالله که این دوره را با موفقیت و پیروزی تمام پشت سر گذاشته باشید. امیدوارم الله انشاءالله. آقای خیرخواه، جشن فراغت یا خداحافظی سپری شد؟ بله سپری شد. هنوز هم یک مرحله مانده، مرحله دفاع پایان نامه هست. هنوز دفاع نکردید؟ بله، زیر کار هست، محصلین در کار هستن و روز فراغت هم، یعنی روز یک شنبه بود که محصلین 29مین دورشان را، یعنی دور فراغتشان را تجلیل کردن. تا الحال خداحافظی نکردیم. یک تعداد محصلین هنوز هم با هم در ارتباط هستیم. بله، تنها جشن فراغت بله مانده. ان شاء الله که حقیقت هدف ما از ارائه این جمله این بود که جشن فراغت یا خداحافظی کدامش شما میپذیرین؟ ما خداحافظی هم میکنیم و همیشه ان شاء الله که به امید خدا گام میبرداریم در هر لحظه و در هر آنی. اما آنچه که مهم هست ارتباط فکری ما هست. ما با همه دانشجویا و همه همصنفان و همقطارانم که در طی 2 سال یا 4 سالی که با اونا بودم، انشاءالله ارتباط فکری ما بوده و هست و انشاءالله که ادامه خواهد داشت و این به یک چند سال مختص نخواهد شد. بسیار زیبا هدف گرفتین. منظور من همین بود که ارتباطات فکری شما است و انشاءالله در آینده ها خواهد بود. و شما موفقیت و پیروزی خواهان هستید. 29مین دور فارغین بودین شما؟ بله. از کدام رشته و کدام دانشگاه؟ از دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پهنزه علوم اجتماعی، دپارتمنت تاریخ. به تعداد 70 تن از 2 صنف پری سرویس و این سرویس، یعنی داخل خدمت و قبل از خدمت و بعد از خدمت هست، که در حدود 70 تن از دانشجویان پسر و دختر 29مین دوره فراغتشان را تجلیل کرده، یعنی 29مین دوره از دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از بخش تاریخ. بله. و از جمع 70 نفر چند نفرش از خواهرا بود و چند نفرش از برادران؟ مشخصا نمیدونم، اما اکثریت خانم ها بودن و دخترها بودن. خوشبختانه. چقدر راضی هستین از مدت 4 سالی که شما دانشجو بودین بعد دانشگاه تعلیم و تربیه استاد شهید؟ من نهایت خوشحال هستم و که ما در این را گام برداشتیم و از ابتدایی که من
حرکت را آغاز کردیم و یک گام را برداشتیم، به امید خدا برداشتیم و مو فکری را که داریم انشاءالله که خداوند ما را در این راه همراهی کرده و من راضی هستم از این مرحله که با هم قطاران و همصنفی های خود بودم. من سپاسگزار هستم از فامیل عزیزم که مرا در این راه همراهی و همکاری کردن و از همه هم قطارانم که در لابلای درس ها و در میان سمینارها همکاری و همراهی کردن، از استادای فرهیخته و دانشمندی که مرا همراهی کردن و از جمعی از استادایی که بیرون از ساحه دانشگاه به یقین که مرا در هر لحظه و هر آنی همکاری کردن، انگیزه دادن برای آموزش، برای تعلیم، برای فرا گرفتن. ما مرحله فراغت مرحله ای نیست که ما همه چیز را تمام کرده باشیم. به قول دکتر علی شریعتی میگه که دکترا گرفتن جوازنامه مطالعه هست، یعنی ما باید حال آغاز میشه، مسئولیت پذیری ما حال آغاز میشه، باید ما در داخل اجتماع داخل شیم. بله، طرف مسئولیت پذیری و مسئولیت بله. بیشتر از گذشته شده بدون شک. یعنی این روزنه است که بر روی ما باز شده و حال ما باید در خدمت مردم باشیم، در خدمت ارزش های انسانی و اسلامی باشیم و بتونیم که بیشتر از پیش کار بکنیم و بتونیم که برای مردم یک چیزی تقدیم شویم و یک چیزی باشیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم. مشخصا از دانشکده که خود شما فارغ شده این از سیستم درسیش تا چه حد راضی هستیم و راضی بودیم؟ ما از سیستم درسی کاملا راضی هستم، چون اونجا سیستم کریدیت هست، فعالیت محصل یعنی 75% یعنی شاگرد محوری است، یعنی همه سمینارها بالای محصل است، همه روزه شاگرد یا محصل خودش آماده گیر میگیره درس توضیح و تشریح بکنه و تحلیل بکنه. اما از یک چیز من شکایت دارم که چپترهای درسی چپترهای سابقه هست، تانست تحولی در چپترها نیامده، مشکلاتی در چپترها داره که باید اون بازنگری شوه و تحلیل و تجزیه شوه و یک تعدادی از استادا واقعا تلاش میکنن که چپترهاشون به شکل علمی و به شکل امور روش های تحقیق هست او را آماده بکنن، اما یک تعدادی از استادا نسبت به مصروفیتایی که دارن یا مشکلاتی را که دارن نتونستن که تانست در چپتر خودشون تحولی را ایجاد بکنن که بدون شک این نقش را در تعلیم و تربیت و همچنین در روندی آموزش دانشجو داره. من به پیشنهاد میکنم به استادای عزیزم که اگر مرا میبینن تلاش بکنن که نوآوری هایی را در متد نوین از متدای نوین تدریس استفاده بکنن که بسیار مؤثر و مفید هست و به یقین که میتونه که دانشجویان را بیشتر از پیش انگیزه بده و فعالتر و پویاتر و متحرکتر بار بیاره. علت از عدم تجزیه و تحلیل این چپترها چه بوده؟ تا حال شما پیشنهاد داشتین به دانشگاه و مشخصا به دانشگاهی که شما فارغ بله شدید؟ در جریان درس ها و در لابلای سمسترها برای ما پرسشنامه های می آمد از سوی رئیس ریاست 15 و از سوی آمریت دپارتمنت که پیشنهاد های محصلین را می گرفتن، اما با تاسف که اینا عملی نشدن. پیشنهاد های محصلین در حدود 90% از محصلین راضی نبودن، می گفتن که بعد از چپترها یک تغییر بیایه، چون عوض امو نوشته های سابق هست استفاده شده و بیشتر یعنی آنچه که عصاره موضوعات باشد در چپتر ها گنجانیده نشده، برعکس امو چیزهایی است که به شکل کاپی پیست آمده و این تأثیری را نمیگذاره. و ما پیشنهاد ما می هست که اگر بعد از ما هم که هسته محصلینی که بعد از ما هم میان برادر و خواهرای ما هستن و استادای عزیز ما باید در قسمت متوجه باشن و تغییر در نحوه تدریسشان در نحوه چپترشان به بار بیارن که این تأثیری را هم برای هموطنان عزیز ما برای دانشجویان عزیز داره و هم برای خود استاد داره، برای شخصیت استاد داره، چون امی چپتری که استاد آماده میکنه نمایندگی از شخصیت و دانش استاد میکنه. اگر یک چپتری باشه که از چند کتابی او را کپی پیست بکنیم، پس در حقیقت گویا که اصلا استاد وقتش را به مصرف نرسانده و تلاشی نکرده و اصلا بی‌توجه است، در این قسمت بی‌توجه هست. بنابراین پیشنهاد ما است که استادای عزیز باید در این قسمت یک تغییری را ایجاد بکنه. انشاءالله امیدوار هستیم. آقای خیرخواه، پیشنهاد از طرف ریاست برای شما میشد، نظرات و دیدگاه هایتان خواسته می شد، اما برای کاغذ باقی می ماند، یعنی جامعه عمل نمی پوشید. چرا؟ به چی دلیل یا دلایل؟ دیگر دلایلش را باید از خودشون بپرسین، چون ما نمیدونم. ما به یک دانشجو بودیم، فقط آنچه که میگفتن پرسشنامه‌ای را که در خدمت ما قرار میدادن، در خدمت محصلین قرار میدادن و ما خانه‌پری میکردیم که نیه چپترا جایی را نداره که باید در این مرحله تدریس شوند، چون آن در قرن 21 قرار دادیم، عصر اطلاعات و تکنولوژی هست، عصر مثلا نوآوری ها هست، همه روزه مثلا رخدادهای جدید هست و بنا آن باید بیشتر موضوعات تاریخی بله دانشجویان ما ناآشناستند با بله. همه رخدادهای جدید به یقین و موضوعات تاریخی هم باید به موضوعات جدید ارتباط داده شود و این پیامدهایی که مثلا گذشته داره و حال داره اینا ارتباط داده شود و این تاثیر بسیار شگرفی را در اندیشه و تفکر محصل و دانشجو داره و به یقین که این پیشنهادها در مو به گفته شما روی کاغذ باقی میموند و عملی نمیشد که دیگه نمیدونم مشکل چیست. او را باید
از خود شما برسید. بله. حالا گذشته از این همه مشکلات، حالا که جناب شما و همقطاران شما فارغ شده، این زمینه کار چقدر برای جوانان مساعد است؟ متاسف که امروزی که ما فارغ میشیم، در جریان محفل یکی از استادها یک گلی را بر من داد، گفت که تبریک میگم سند بیکاری را. ما با واقعیت هم که اساتید دانشگاه هم این موضوع را میپذیرن به یقین، به یقین، چون جامعه ما و شما آشکار خواهی دست و کسانی که مسئول هستن اونا هم بپذیرن این همه مشکلات. متاسف که در افغانستان، افغانستان ضرورت به دانشجویان و دانشمندان بسیار بزرگی داره و نباید ما اکتفا به همین مرحله لیسانس بکنیم. یعنی متخصصین بسیار ضرورت داره که افغانستان باید داشته باشه، تحصیل کرده های بسیار فراوانی را باید داشته باشه و اینها در همه بخش ها باید استخدام شوند. مثلا کسایی که از دانشگاه تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش فارغ می شوند، اینها استادای مسلکی هستند، اینها باید استخدام شوند. اینها میتونن که از متدهای نوینی تدریس استفاده بکنن و شاگردان را بسیار متحرک به بار بیارن. شما به طور مثال در یک سم سه کتگوری شاگردان برخوردار هستین. مثلا شاگردان کنزین هستن، شاگردان زکی هستن و متوسط هستن، و استادانی که اگر آگاهی نداشته باشن نمیتونه که با یک چپتر و با چند لکچر بتونه قناعت شاگرد یا دانش آموز را فراهم بسازه. از این لحاظ ما باورم به این هست که باید محصلین و دانشجویانی که مدت 4 سال تحصیل کردن از متدهای نوین تدریس، از متدهای تدریس و از تکنولوژی نوین فرا گرفتن، آموختن، مثلا روشهایی که در روانشناسی مطالعه کردن، اینا اگر استفاده شون به نظر من مؤثر و مفید واقع خواهند شد و اینا میتونن که شاگردانی پویا، خلاق و متحرک را به جامعه تقدیم بکنن و این بسیار تاثیر خوبی را داره. و از نگاه ای که زمینه اشتغال چگونه هست، چون به همه آشکار هست که افغانستان یک کشور است پس از سالها رنج و زحمت و تلاش آمدن، گردی هم آمدن و امروز دانشگاه ها به الحمدلله فعال هستن و دولت باید در این قسمت متوجه باشه و توجه بکنه که محصلینی که فارغ میشن زمینه کار برشون فراهم بسازه و این محصلین ناامید و مایوس نشون که باز به دیگر جاها برون و اینا بتونن کار بکنن، به وطنشون دل بسوزن، به ارزش های انسانی و اسلامیشون دل بسوزن، که مسئولیت دولت هست، مسئولیت کسایی هست که در چوکی بلند قرار دارن و اونا مسئول هستن. بسیار خوب. سوالی را که ما مطرح کردم از جناب شما در رابطه با اینکه آیا زمینه کار برای جوانان فارغ التحصیل مهیا است یا خیر، در آغازین صحبتهایتان عرض کردین که باید جوانان ما بیشتر به تحصیل ادامه بدن، شخص خود شما چه تصمیم و برنامه دارین؟ میخوان در حد لسانسی که بالاتر ببرین؟ نه خیر، ما پیشتر هم عرض کردم مسیری را که انتخاب کردیم انشاءالله که به کمک و یاری الله اینا را میپیمایم و تا حد توان و از استادایی که در پهلویم هستن اونا انشاءالله که همیشه نظریاتشان این بوده که ما باید بیشتر بیاموزیم و هنوز هم ما دانشجو هستیم، شاگرد هستیم و همیشه خود شاگرد خواهم اطلاق کرد و من هیچگاهی این مسیر را رها نخواهم کرد، چون در این مسیری که گام برداشته میخوام ادامه پیدا بکنه و تحصیلات خود را با او حدی که هست انشاءالله که به مرحله انجام برسانم و بتونم در سطح عملی هم کاری را بکنم، چون آنچه که ما در مرحله تئوری خواندیم در مرحله عملی باید به مردم نشان بدیم که چیزها را ما خواندیم. نمیشه که ما 4 سال خواندیم و باز فقط دنبال بکنیم به خاطر یک مقدار پول و معنویات مطرح است. آنچه که مثلا اندوخته های ماست به مردم انتقال بدیم، مسئله پول و مادیات ارزش نداره، انسان ها باید بیشتر متوجه بشن. بله باشه، انسان نمیتونه بدون یزو، چون فقر اقتصادی باز فقرهای دیگری را به بار میاره. بینن وقتی که ما اقتصاد خوبتر داشتیم و زمینه زندگی بهتر داشتیم، به مردم هم بیشتر و خوبتر میتونیم برسیم و بیشتر و خوبتر میتونیم با انرژی تر میتونیم کار بکنیم، هم به مردم و هم به کشور و هم به هم. ما هم از بیننده های ارجمند و خود تقاضا و خواهشم این است که برای رب آقای خیرالله خیرخواه و جمع از جوانان دیگر دعا کنند تا بتوانند با آنچه که هدف و نهایت آرزویشان است با دعاهای شما و پشت کار خودشان برسند. سلامت باشین آقای خیرخواه. تشکر. سلامت.